بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، عزیزانی که برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشالله که عزیزان تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. امروز 23 ثور 1401 است، روز شنبه است، آغاز هفته. انشالله که هفته بسیار خوب و خوشی هم پیش روی داشته باشین، همچون شنبه های دیگه. کارشناس محترم ما خانم حسینی بزرگوار هستم. قبل از اینکه بحث و گفتگو رو آغاز بکنیم، یک سلامی هم خدمت ایشان داشته باشیم. سلام علیکم، بسیار خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رب العالمین. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، اولیا، مربیان، کسانی که با کودکان سرکار دارن. انشاءالله که در این فصل زیبای بهار جور صحتمند و در آرامش زندگی کنن انشاءالله. بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. امروز خانم حسینی 13 می 2023 است. دیروز 12 می بود و سال روز میلاد ریاضیدان مشهور و برجسته ایرانی خانم مریم میرزاخانی و روز جهانی زن در ریاضیات. روز بسیار خوبی است از او جهت که به ما و شما یادآور میشه که اگر کسی بخواد که در زندگی موفق شود، در زمینه‌های مختلف علمی موفق شود، فرقی نمیکنه دختر باشه یا بچه باشه، اگر زمینه رشد و موفقیت برایش ایجاد شود، هر انسانی قابلیت را داره، کمایی که خداوند مهربان در او استعدادهای متعددی را به وعده گذاشته، میتونه که رشد بکنه. بله، در خدمت شما هستیم خانم حسینی عزیز. با موضوع کودکان استثنایی، خانم مریم میرزاخانی که دیروز تولدشون بود یک کودک استثنایی بود از اون جهت که استعداد بسیار زیادی داشتن، اما خب موارد دیگری هم هست که کودک استثنایی از اون جهت که ممکنه که مشکلاتی پیش رویش باشه و آموزش و یادگیری برای اطفال دشوارتر باشه نسبت به اطفال عادی. موضوعی که امروز خانم حسینی شما میخواهید که مطرح کنید چیست؟ موضوع امروز یکی از سندروم های به نام صدای گربه یا صدای پیشک به زبان محلی خودمان میشه. خب اسم عجیبی هم داره. اسم عجیبی هم داره و بسیار نادر است، منتها 10% اطفال ارثی است و ای که از طریق چه رقم مثلا این کودکان متولد میشه، یک بیماری ژنتیکی است، یعنی کروموزومی است. یکی از کروموزوم های شماره 5 ناقص است. به خاطر همو این اطفال متاسفانه دچار این بیماری و مرض میشه که ما علائمش خدمت شما عرض میکنیم که اگر همکاران تصویر نشان بدن که ما با این اطفال که از لحاظ ظاهری چه رقم هستن، این اطفال عقب ماندگان ذهنی خفیف تا شدید هستن، اختلال در یادگیری دارن. از لحاظ ظاهری چهره های پهن، قد کوتاه، چشمهاشون از هم فاصله داره، بینی پهن یا پل بینی هم برشون میگن، گوش های بسیار کوتاه و پایین داره از این لحاظ، و سرشون هم کوچک است یا میکروسفال هم برشون میگن، سراشون ریزتر از یک بچه عادی است. این اطفال بزرگترین یعنی بارزترین نشانش همین صدای پیشک است. موقع تولدش صدای پیشک داره و این اطفال از بعد به تولد مشخصه، به خاطر همین نامشه گذاشته، یعنی که گریه کردنشون شبیه یک پیشک. بله، گریه کردنشون کلا شبیه صدای یک پیشک است که ما اگر بشنویم و او طفل نبینیم، گمانمان بری میره که یک پیشکی در حال ناله کردن و جیغ زدن هست. حتی گاهی هم نام جیغ گربه یا پیشک ده ای اطفال میزنن. پس ای بزرگترین و او شاخصترین نشان است که ای نام برای اطفال گذاشته و ای اطفال تا بزرگ سالی ممکنه ای صدا را داشته باشه، یعنی نوع گپ زدن ای اطفال هم همین رقم است، منتها خب اختلال در یادگیری داره، اختلال در آموزش داره، حتی در گپ زدن. ای اطفال دیرتر گپ میزنن به خاطر همون که عقب مانده ذهنی هستن و ای صدایشون هم قابل اصلاح نیست، منتها باز هم بستگی داره که ای اطفال که سنشان رو به رشد میشه، این صدا ممکنه در یک عده‌شان
تغییر پیدا تغییر پیدا بکنه و کنه. عادی باشه، که باز هم نیاز به هزینه و کار کردن داره که به این اطفال رسیدگی شود. پس این رقم نیست که ما بگوییم که اینا چون عقب مانده هستن دیگه هیچ چیز را یاد نمیگیرن، یعنی ممکنه که کاملا گپ زدن را یاد بگیرن، گپ زدن که... یاد میگیرن، آموزش در حد خودشان یاد میگیرن. باز او بستگی به او خفیف بودن و شدید بودنش داره. گفتیم اطفالی که از لحاظ ذهنی عقب ماندگان خفیف هستن، هم تربیت پذیر میتونن باشن و هم آموزش پذیر، در حدی که بتانن آدرس پیدا بکنن، بتانن یک نامبر تلفن حفظ بکنن، حتی تلاش بسیار زیاد باشه میتونه تحصیلات ابتدایی را داشته باشی اطفال. صرفا این نیست که یه اطفال ما رها بکنیم بگیم که هیچ نوع خدماتی نمیتونیم ارائه بدیم، در صورتی که همون گپی که شما زدی اول برنامه، اگر تلاش باشه، اگر رسیدگی و امکانات آموزشی و او ابزارها در خدمت یک انسان خصوصا اطفال قرار بگیره، خب او رو به رشده، بله، نه رو به پس رفت. مثل این مامونه که ما یک بچه عادی و باهوش، هیچ نوع امکانات آموزشی برش ارائه نکنم، آیا او باسواد میشه؟ قطعا نمیشه و ممکنه در همو حد خودش بمانه. بله خانم حسینی، ای اطفال که گرفتار این مرض میشن، آیا تاثیر بر جسمشان هم داره؟ یعنی بیماری های جسمی هم همراهش داره؟ بله بله، از عوارضش که میخواستیم عرض بکنیم ایست که متاسفانه اطفال اکثرا با ناراحتی های قلبی متولد میشن، یعنی درگیری قلبیشون بسیار شدیدتر است، ناراحتی های کلیه دارن، ممکنه این جسمشون رو به رو دچار ضعف بیماری شود اگر از لحاظ پزشکی رسیدگی نشوه، و ای که چشماشون رو به بینایی یا خیلی کم بینایی دچار میشه، که باز هم اگر رسیدگی پزشکی نشوه باز هم ممکنه نابینا شوه، و ای که از لحاظ شنوایی هم دچار مشکل میشه، به خاطر حالا مدل گوشهایشون هم میتونه تأثیر گذار باشه، و ای که از لحاظ شنوایی هم باید خدمات پزشکی برای اطفال واقعا رسیدگی شوه تا ای او آرزه کمتر برشون وارد شود. یعنی قابلیت درمان را داره یا اینکه نه فقط مثلا فقط رسیدگی سمعت که میمونه که مثلا سمعت صداش ممکنه بیشتر باشه، پیگیری داشته باشه، حالا داروهایی که تجویز میشه و درمانی وجود نداره برای اطفال. متاسفانه درمان وجود نداره و تشخیصش هم که از یک آزمایش ژنتیک قابل تشخیص این اطفال، و اگرم خب متولد شود دیگه او فقط رسیدگی و آگاهی و دانش والدین و صبوری والدین هم میطلبه. واقعا یک چیزی که در این برنامه هایی که در روزهای شنبه در خدمت شما هستم خانم حسینی، برای بسیار مهم است و شما بارها بارها هم تاکید کردید، باز هم من خدمت شما بینندگان عزیز و محترم تاکید کنم، است که بالاخره وقتی یک طفل به دنیا می با هر شرایطی که هست، چه اگر که شرایطش بسیار عالی باشد، اصطلاحا تیزهوش باشه، بسیار زرنگ باشه، هوشیار باشه، و یا چه برعکس یک طفلی باشه که با کدام مشکل جسمی یا مغزی متولد شده، نیاز به حمایت خانواده و والدین بله. داره. هر انسان فارغ از اینکه چه ویژگی داره، رنگ پوستش چی است، چرا دختر است، بچه است، بلند است، کوتاه است، چه رقم است، چه بیماری داره نداره، سالم است یا ناقص است، خدای نکرده، نیاز به حمایت داره. و این حمایت ما باید بی‌دریغ باشه به عنوان والدین. ممکنه که یک موردی همطور که شما فرمودید فریاد پشک این درمان نداشته باشه، ولی حداقل ما به عنوان والدین باید تلاش کنیم که یک زندگی درست داشته باشه در حد وسعمون و در حدی که اون میتونه به او حد برسه. این وظیفه ماست. همونطور که بارها و بارها در برنامه روشن تاکید شده، کرامت انسانی چیزیست که خداوند به تک تک انسانها داده و درست نیست که خدای نکرده، خدای نکرده ما به عنوان افرادی که در جامعه اسلامی و دینی زندگی میکنیم یا به عنوان پدر و مادر ایر از اطفال دریغ بکنیم و اونها را لایق حمایت، لایق یادگیری نبینیم، خدای نکردم. بله ببخشید که من بسیار گپ میذارم، چون گپ های شما بسیار شیرین است و سر تا سر نکت
نکته دارد به ذهنم میرسه که اینها رو تاکید بکنم. بسیارم عالی. قطعا گپ شما بسیار صحیح است و خانواده مهمترین و اولین کانون، من میگم کارخانه انسان سازی است. وقتی در یک کارخانه ما میخوایم یک ابزاری را تولید بکنیم و به جامعه ارائه بدیم، قطعا باید تلاش بکنیم که از هر لحاظ بدون عیب و نقص باشه. خب وقتی یک موجودی را خدا خلق میکنه، یک موردش استثنایی بودنش است که گفتیم ممکنه او عوارض روحی، روانی و اقتصادی قطعا یک امر طبیعی است وارد میشه، همچنین برای جامعه وارد میشه. منتها خانواده گفتیم باید این مهارت ها را کسب بکنه، در پی دانش و آگاهی خود باشه و مهمتر از او صبر داشته باشه. بله. طاقت و حوصله داشته باشه و پذیرش داشته باشه. به هر حال این طفل برای شما داده شده، پس بله. با پذیرش او آگاهی خود را بالا ببره که این طفل هم از موهبت های خدا دادی در این دنیا بهره‌مند بشه. بالاخره وظیفه است که خداوند بر عهده ما پدران و مادران میگذاره، ما باید این وظیفه را به نحو احسن انجام بده، ما در قبالش مسئول هستیم. بله قطعا. خب بینندگان عزیز محترم، یک میان برنامه را ببینیم و باز بعد از او در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز محترم، همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با ادامه برنامه خودتان، برنامه زندگی روشنا از تلویزیون جهانی هادی، و همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم حسینی، روانشناس بالینی، با موضوع بیماری و سندرم فریاد پشک. خانم حسینی، بیماری و سندرم فریاد پشک شاید قدر زیاد شایع نباشه، ولی بالاخره اگر که پدر و مادر گرفتارش میشه بسیار رنج میبره از او جهت که میبینه اولادش خدای نکرده گرفتار این مسئله هست. و باز مسئله بعدی است که خدای من چی کنم، چه راهکاری را پیش بگیرم، یا ای که اصلا اولاد معالی که به دنیا آمده در آینده با چه چالش هایی در زندگیش ممکنه مواجه شد، ما از همین الان آمادگی بگیرم که بتانم حمایت بکنم. شما علائم و در واقع تعریف ای سندروم را داشتید، ما میخواییم که در مورد عوارض رو بیشتر صحبت بکنید که اگر حالی که یک طفل با این ویژگی به دنیا آمده و نوزاد است، پدر مادر بدانند که در آینده چه چالش هایی ممکنه پیش روی طفلشون باشه. بله، یه را خواستم هم عرض بکنم که گفتین یه اطفال که متولد میشه، خب بسیار نادر است، منتها گفتن از لحاظ تحقیقاتی که انجام شده 10% اطفال میتونه ارثی باشه و ای که از هر 20,000 تا 50,000 نفر یک نفرشون ممکنه در این بیماری مبتلا باشه. پس او هوشیاری رو در هر شرایطی میطلبه. خب عوارض، فقط معذرت میخوام قبل از اینکه شما عوارض بگویید، من به ذهنم رسید شما فرمودید که ژنتیک میتونه تاثیرگذار باشه، اما آیا دلیل دیگری آیا دانشمندان پیدا کردن که بگن اگر مثلا پدر یا مادری کار انجام بدن احتمالی که طفلشان گرفتاری سندروم شود بیشتر است یا نه؟ بازم همو بررسی های ژنتیکی و ارثی بودن، اگر یک مورد در فامیلشون باشه، خب باز یه هوشیاری را فقط میطلبه که بررسی شوه از لحاظ کروموزومی و نه دیگه هیچ راهی نداره متاسفانه. هیچ راهی تشخیص نه. خب عوارضش گفتیم، این اطفال با ناراحتی های قلبی متولد میشه، از بعد و تولد به خاطر همون رسیدگی از این لحاظ و پزشکی بسیار ضرورت داره. ناراحتی های کلیه، ناراحتی های استخوانی، ستون فقراتشون دچار مشکل میشن، ممکنه به مرور زمان خمیده تر شوه و ای که از لحاظ استخوانی دندان هایشون هم نافرم یا بسیار نامرتب
مرتب میشه، روی هم دندانایشون رشد میکنه. از این لحاظ بسیار نمای میتونه چهره بسیار نامناسب برای اطفال بده که باز هم رسیدگی بسیار اینجا ضرورت پیدا میکنه. دستگاه گوارش و معدهشون دچار مشکل است، توی هضمیت غذا مشکل داره که باز هم این توجه والدین این خیلی میطلبد. دستگاه ادراریشون بسیار دچار آرزه میشه، دچار عفونت میشه و این باعث میشه که دچار فتح شکمی شوه، روده هایشون از بزن بیرون که بود از طریق عمل جراحی قابل اصلاح است، ولی این خطرات بسیار حساسه و هر لحظه ممکنه این اطفال تهدید بکنه که باز هم گفتیم او هزینه ها و او هوشیاری والدین میطلبه. یعنی واقعا خانم حسین اگر یک پدر مادر باشن که وضعیت مالیشان چندانک خوب نباشه، به ویژه در شرایط کنونی افغانستان که متاسفانه وضع مالی عموم جامعه خوب نیست، اگر یک طفلی رقم داشته باشه بسیار بسیار هزینه سنگین باید متحمل شود. سخت و سنگین داره که متاسفانه، یا ای که اگر نتونن خب این طفل رنج میکشه، رنج میکشه و خب از طول عمرشون کم میشه متاسفانه و این نیست که به عدم رسیدگیشون از دنیا بره. خب با اون مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. به هر حال من میگم قدرت خداوند است که انسان یا هر موجودی برای یک روز زنده ماندن بدن اوتوماتیک و خودکار تلاش میکنه که او زنده بمانه و این اطفال واقعا زجر میکشه و در قبالش والدین هم بسیار زجر خواهد کشید. خب من فکر میکنم با توجه به مسائلی که شما گفتید و با توجه به مسائل فرهنگی کشورمون نیاز است که غیر از خانواده هایی که گرفتار این مسئله هستن دیگه افراد هم آگاهی نسبت به این مسئله کسب بکنن و به اطفال خودشان به اطرافیان خودشان آموزش بدهند که اگر کسی را دیدند که متفاوت است، ظاهر متفاوتی داره، دشان دیگه افراد مثلا همین دندان های کج که شما فرمودید یا گوش پشت است یا مشکلی داره، اینا رو در جامعه بپذیرن، پذیرا باشن، رفتار درست داشته باشن. خدای نکرده این رقم نشه یک نفر به خاطری که حالا به هر دلیلی گرفتار یک مسئله است، ما اطرافیان اجتماع باعث شویم که این مسئله و گرفتاری چند برابر شوه. یک موردی را من چند وقت پیش دیدم خانم حسینی که یک مادر بسیار نازنین و دلسوز و رنج کشیده یک بچه داشت، بچهش کلان هم شده بود، بسیار گپ که میزد کاملا درست گپ میزد مثل انسانهای دیگه، یک مقدارکی متفاوت. این بچه را زنجیر کرده بود که در فضای مجازی و اینترنت هم بسیار سر و صدا کرد، زنجیر کرده بود در خانه و این را نمیماند که از خانه بور شود. اونجی همه این مادر را تخته میکردن، مادر را میگفتن که چرا این کار در حق فرزند خود کرده، ای اگر مشکلی هم داره مشکلش بسیار کم است، در ظاهر که اصلا معلوم نمیشه، در گپ زدنش یک مقدار احساس میکرد ساده تر نسبت به دیگه افراد است. اما من فکر میکنم ما نمیدونیم در دل اون مادر چی میگذره، چه اتفاقهایی افتاده وقتی که طفلش در اجتماع بور میشه، دیگه مردم چه رفتاری باید داشتن، به خاطر کوچکترین اشتباهی که ممکنه این طفل بکنه دیگه مردم سریعا احساس ناامنی میکنن، برخورد میکنن، در حالی که اینها هم انسان هستن، تربیت پذیر هستن و گرچه که ممکنه احتمال اشتباه کردن، احتمال یک واقعی از سوی اطفال به خاطر مشکلات مغزی که دارن بیشتر باشه، ولی اینها هم میتونن یاد بگیرن، میتونن یک زندگی عادی نسبتا عادی را داشته باشن و حق او را دارن و حق او زندگی رو دارن. بله. چقدر گبای خوب زدین. یعنی اینا جز راهکارهای تربیتی و اجتماعی هست که من میگم هم آگاهی و دانش خانواده ها را میطلبه، هم حمایت های کشورها و دولت ها، آموزش و پرورش، بیمارستان ها، رسانه ها که نقش خیلی گسترده داره، میتونه این آگاهی را برای مردم ما بدن که این دانش داشته باشن که انسان است. بله. منتها متفاوت و با چهره ها و افکار متفاوت که باید بپذیریم. اگر ما شیوه برخورد به یک انسان و او ارتباط مؤثر بلد باشیم قطعا دچار مشکل نخواهیم شد.
میشن که کشورهای دیگه نیستن و این اطفال بسیار براحتی و خوشی زندگی میکنن، از امکانات بهره مند هستن، رشد میکنن، قابلیت های اجتماعی، شغلی و تحصیلی پیدا میکنن. متاسفانه گپی که شما زدی ما باز به یاد خاطر خود افتادیم که توفیق خدمت به کودکان کمتوان ذهنی را داشتم. ما با والدین به صورت واقعی گاهی شد ما بگیم ما در رسانه دیدم، در کتابی یا شنیدم، اما ما به واقعیت دیدم، به چشم دیدم که این اطفال نازنین، اطفال که میگم از لحاظ سنی نه، از لحاظ ذهنی، سنی اطفال 40 ساله بودن، 35 ساله بودن، 18 ساله بودن و به بالا بودن 18 سال، منتها ذهنی اطفال، ذهن عقلیشون 6 ساله بود، 8 ساله بود. مادرش میگفت این بچه ما 40 سال ما ایر ده هیچ جایی نبردم، نه در مهمانی ها، مهمانم که میامدم ما ایر ده خانه پنهان میکردیم، چرا که باعث آبروریزی ما نشه، باعث کسر شأن ما نشه و ای که ما او حس خوبه نداریم. شاید میگم و میگم که والدین خودشون رو سرزنش میکنن، میگه شاید ما کدام گناهی رو کردیم که خداوند گرفتار شدیم و این عذابه، در صورت که قطعا اینطور نیست و خدای ما خدای رعوف و مهربان هست و من میگم یک امتحان است، یک امتحان الهی است که من چگونه برخورد بکنم. متاسفانه این نیاز به تلاش داره، نیاز به دانش داره، نیاز به ای داره که ما بگیم که ای اطفال هم حق زندگی دارن، نیاز به ای داره که جامعه به یک حدی از علم و اخلاق و رشد رسیده باشه که بپذیره. من دقیقا در فضای مجازی انسان نگاه میکنی که مثلا یک پدر و مادر طفلشان که مثلا از تو در شکم مادر معلوم بوده که مثلا سندروم داون داره یا دیگه مریضی ها را داره، میتونند قانونن که او طفل را سخت کنه ولی نمیکنه، ترجیح میده او را حفظ بکنه و یک زندگی بسیار زیبا را به او هدیه میکنه. چقدر انسان انسان بروشت رسیده است، چقدر انسان بالغ است و که سختی ها را به جان میخره به خاطری که یک انسان از موهبت و زیبایی زیست و حیات بهره مند شوه و چقدر قشنگ میشه. ان شاء الله که روزی در کشور ما هم این رقم باشه، گرچه که هست مادران عزیز بسیار زحمت میکشن، بسیار بسیار. من مادری رو ندیدم که بدخواه طفل خودش باشه، ولی خب شرایط زندگی یاد خانم زنه قدر فشار وارد میکنه که تشخیص پدر و مادری میشه که مثلا اولاد خود پوت کنن بهتر باشه یا درکنشون نباشه بهتر باشه. خب بسیار تشکر. یک میان برنامه رو بینندگان عزیز محترم ببینیم، اما قبل از او شماره تماس مثبت 964-780-255 جلسه زده در اختیار شماست و همین الان هم میتونید از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه در مورد موضوع امروز دارید برای ما روان بکنید، سعی میشه حتما به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. اگر کدام موضوع است که شما ذهنتون را درگیر کرده یا در خانواده با اون مواجه شدید، هم حتما برای ما بفرستید تا کارشناسان ما بررسی بکنند و انشاءالله در برنامه مطرح شود. یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. بسیار تشکر میکنم تا این لحظه برنامه خودتان را همراهی کردید. اما ادامه گفتگوی ما با کارشناس محترم خانم حسینی روانشناس بالینی با موضوع سندروم فریاد پشک. خانم حسینی عزیز، موارد بسیار مهمی را
ذکر کردید، من قبل از اینکه سوال بعدی خود از شما پرسان بکنم، من با این مقدمه و پیش زمینه بگویم که همونطور در ابتدای برنامه گفتم، دیروز سال روز تولد مریم میرزاخانی، ریاضیدان مطرح و برجسته ایرانی است، و روز جهانی زن در ریاضیات یک مصاحبه با خانم مریم میرزاخانی شده بود، او زمانی که یک جایزه بسیار ارزشمند جهانی ریاضیات را برنده شده بود، الان به رحمت خدا رفته. ازش پرسیدن که خانم میرزاخانی، آیا شما فکر نمی کنی در روز زمان بیمار همون به شدت بیمار بود و مریضی سختی داشت، فکر نمی کنی این مریضی که شما گرفتار شده و همین امروز و فرداست که جان به جان آفرین تسلیم کنی، بسیار در حق شما خدا ناعدالتی کرده و غیر منصفانه، چون جوان هم بسیار جوان از دنیا رفتن. خانم میرزاخانی گفت خب من فکر میکنم که این بنوان قضا و قدر و تقدیر الهی باید بپذیرم، از او جهت که وقتی که من به دنیا آمدم تیز هوشتر از دیگه اطفال بودم و این هم برای دیگه اطفال غیر منصفانه بود که یک نفر فقط به دنیا بیاید و تیز هوشتر باشه و خودشان نباشه. یا من در یک خانواده متولد شدم که بسیار از من حمایت کردن، بسیاری از افراد که از من هم تیز هوشتر و هوشیارتر بودن ولی چون خانواده خوبی نداشتن نتونستن به این مدارج برسن، این هم برای دیگه اطفال غیر عادلانه بود و من همطور که اونها را با آغوش باز پذیرفتم سرنوشت خودم را و با خوشحالی پذیرفتم، آنلی هم الان هم میپذیرم که سرنوشت من چیست و خداوند برای من چه خواسته و چه مقدر کرده. نکته که به ذهن من در اینجا رسید که ببین حتی خود مریم میرزاخانی که یک نابغه ریاضیست و برنده جوایز شده، در نهایت نقش خانواده خود بسیار پررنگ معرفی میکنه در موفقیت خودش و میگه اگر پدر من، بی ویژه به پدرش بسیار تاکید میکنه، اگر پدر من نبود، اگر خانواده من نبود، من در این مرحله و مرتبه در زندگی نمیرسیدم. و این نقش ما والدین را نشان میده که ما چقدر میتونیم تاثیرگذار باشیم برای اولاد خودمان. من میخوام در اینجا شما از راهکارهای بیان بکنید، بی ویژه کارهایی که ما به عنوان والدین، به عنوان افراد جامعه یا کسی به عنوان مربی و معلم میتونه انجام بده برای که یه اطفال استثنایی زندگی درستایی داشته باشن، به ویژه کسی که این سندروم فریاد پشک را داره و با شرایط و سختی های بسیار زیاد جسمی و ذهنی ممکن مواجه شوه. بله، همونطور که تاکید کردین بر خانواده و خصوصا والدین و اطرافیان و کسانی که از او طفل داره مراقبت میکنن، من میگم او خانه میشه اولین مکتب و اولین پوهنتون یک انسان و او مراقبانش، والدینش میشن اولین مربیان و معلمان. خب چه کسی بهتر از یک معلم که میتونه یک درس با عشق و محبت تدریس بکنه که او شاگردش او درس بسیار خوب فرا بگیره و توانمند شود. پس این والدین مربیان اصلی است که اولین نکته که من همیشه تاکید داشتم ایست که عزت نفس برای خودشون بده و برای این طفلشون عزت نفس هدیه بکنه، ای که با او یک پیوند و رابطه عمیق عاطفی ایجاد بکنه. ما در بحث فرزند پروری میگیم که والدین 5 زبان عشق باید برای اطفالشون هدیه بده. یکی از 5 زبان عشق زبان لمسه، یعنی من طفل خود در آغوش بگیرم. خب وقتی یک طفل عادیست، زیباست، سالم است، جذاب است، خب هر کسی غیر از والدین هم بسیار شوق میکنه و خوش داره که او طفل در آغوش بگیره، او را نوازش بکنه، بازی بکنه و از وجود او لذت ببره. خب وقتی طفل ما استثنایی است، او هم قطعا بیشتر نیاز به محبت داره. چرا؟ به خاطر واکنش های منفی که از محیط دریافت میکنه. ممکنه پدر مادر نگاهش مثبت و خوب باشه، اما اطرافیان ظاهرشان نداشته باشه، به خاطر ظاهر متفاوتش، به خاطر ویژگی های خاص که اطفال داره، خب قطعا نگاه ها متفاوت تره، یا دلسوزانه است، یا نگاه بدبینانه است، یا نگاه تحقیرآمیز و سرزنشگر باشه. و این اطفال از عوارضش است که روز به روز ممکنه این رفتارها رو وقتی دریافت بکنه رو به افسردگی، انزوا، حس حقارت، حس ناامیدی و گاه اضطراب و ترس برایشون وارد بشه، که باز هم قطعا این مربیان که گفتم والدینشون میتونه ای فضا رو خودشون ایجاد بکنه، خودشون عشق و محبتشون رو خالصانه نثاری اطفال بکنه، از لحاظ ای که خرج نداره که من میگم در روز چندین بار او رو در آغوش بگیره، او رو نوازش بکنه، با او بازی بکنه و
او لبخند در چهره من میگم زیبا و دوست داشتنی اونها هدیه بکنه، ای قطعا خرج و هزینه اقتصادی رو در بر نداره، فقط یک عشق میخواد، یک حوصله و یک صبر مضاعف میطلبه و ای که ای اطفال از لحاظ مهارت های اجتماعی برشون آموزش باید داده بشه. قطعا هر چیزی رو که کار شوه، مداومت داشته باشه و تکرار باشه، قطعا او جواب میده. مثل یک سنگی را که شاید مثال ها زده باشه که قطره آب چنان میچکه کو سنگ به او عظمت و سفتی سوراخ میشه، قطعا انسان هم او ویژگی ها و توانایی رو توی هر شرایطی میتونه داشته باشه. اگر مداومت باشه، اگر تکرار باشه، برای اطفال آموزش های ابتدایی رو خود والدین بده. گاهی شاید ممکنه کشور ما، منطقه ما، شرایطی که بالاخره شرایطی هستیم و این امکانات فراهم نباشه، آموزش ویژه برای اطفال که قطعا هست ولی نباشه در منطقه با، خب وظیفه من میگم پدر مادر است آموزش ابتدایی رو با صبر و حوصله با هر روش و ابزار اولیه که در خانه داره میتونه برای اطفال تدریس بکنه، آموزش بده. و مهمتر آموزش مهارت‌های اجتماعی است، آموزش عزت نفس و دوست داشته شوه تا او هم دیگران این زمینه رو فراهم کنه، دیگران نگاهشون قشنگ تر شوه، دیگران او جذابیت او طفل در یا بابا ای که این مهارت و اجتماعی که من تاکید دارم ای که طفل من وارد اجتماع شوه. خب طفل من ممکنه 15 سال 13 سال سن داشته باشه ولی روی بیرون ندیده باشه، بسیار من میگم ظالمانه و زجرآور است. اگر من اون مهارت های اجتماعی مثل سلام کردن، بله، مثل لبخند زدن، مثل ای که با کسی بسیار مؤدبانه رفتار کردن ای اطفال بلد باشه، خب قطعا میتونه دوست پیدا بکنه، قطعا میتونه روابط اجتماعی گسترده تری داشته باشه، قطعا میتونه من میگم خرید بره، من میگم یک شغل بسیار ابتدایی دکانداری رو یاد بگیره، حداقل من میگم میتونه یک خرید بسیار جزئی رو برای مادرش انجام بده و ای که در حد خودش مفید باشه، مفید باشه و او احساس انسان بودن و ارزشمندی رو هم داشته باشه و بازی بکنه با اطفال های همسن و سال خودشون و دوست داشته باشه. یک تصور خانم حسینی متاسفانه نادرست که اوقات در ذهن های ایجاد میشه، فکر میکنیم اینمی طفل چون با دیگه اطفال متفاوت است پس شاید احساسات او هم با دیگه اطفال متفاوت باشه، نیازهای او هم متفاوت باشه، اما در حالی که همونطور که شما نکته بسیار ضعیف را گفتید، او نیاز به عشق داره، نیاز به محبت داره، او هم میترسه، او هم نگران میشه، او هم ممکنه افسرده شه و ناراحت شه و اینها را باید ما بسیار برش توجه بکنیم. بله خانم حسینی، آیا کسی که به بیماری مبتلا میشه دیگه هیچ راه درمان نداره، هیچ راهکار دارویی نمیشه برش پیدا کرد که اطفال یک مقدار بهتر شوند؟ متاسفانه هیچ راه درمان نداره، منتها میتونیم از عوارض احتمالی که او را داره تهدید میکنه جلوگیری بکنیم که سالم تر زندگی بکنه. گفتیم از لحاظ بینایی، شنوایی، ناراحتی های قلبی، گوارشی حتما تداوی شوه و داروها ماهانه که دکتر تجویز میکنه برای اطفال داده شوه. از لحاظ تغذیه بسیار والدین او آگاهی رو داشته باشه، چون گفتیم معدهشون دچار هضمیت نمیشه، باید در نظر داشته باشه که از چه لحاظ انواع ویتامین ها، پروتئین ها، سبزیجات برای اطفال با صبر و حوصله داده شوه و فقط رسیدگی کاملی اطفال هم من میگم از لحاظ پزشکی، از لحاظ تغذیه، از لحاظ ارتباطی و ای که عشق و محبت میتونه بسیار تاثیرگذار باشه که یک نگاه انسانی برای اطفال داشته باشیم تا این اطفال هر چقدر عمری رو که از خدا میگیرن اگر این امکانات، این رسیدگی ها فراهم شود قطعا طول عمر این اطفال افزایش پیدا میکنه و عوارضی که با او مواجه میشن کاملا کنترل کمتر میشه و کنترل شوه، کمتر شوه حداقل، نه ای که ما این طفل هیچ رسیدگی پزشکی نداشته باشیم و او در درد و رنج جسمی خودش به سر ببره. قطعا وقتی تحت تداوی و درمان هست قطعا رو به بهبود پیدا میکنه، ناراحتی قلبیش مثلا من میگم، مشکلات معدش قابل کنترل هست، من تو خود طفل من همون طفل است که سندروم فریاد پشک داره،
طفل ما که از لحاظ جسمی، فیزیکی و ذهنی تغییر نخواهد کرد، منتها طول عمرش افزایش پیدا میکنه یا کیفیت و کیفیت زندگیش افزایش پیدا میکنه و ای که مهارت های ابتدایی را میتونه کسب بکنه و من میگم زندگی نسبتاً عادی را برای خودش ما میتونیم برای اون طرف رقم بزنیم با توجه کامل، با پذیرش، با صبر و با عشق. بله، بسیار تشکر از شما. و باز یک نکته بسیار مهم در مورد اطفالی که گرفتار این بیماری ها و سندروم ها هستند که شما خانم حسینی در برنامه متعدد به انواع اقسام مختلف بیماری ها اشاره کردید، مسئله مالی است و این می طلبه و نیازمند است که یا دولت و حکومت اسلامی یک سیستم حمایتگری را داشته باشه برای خانواده ها، چون ممکنه بسیار از خانواده ها خانواده فقیر و در سطوح پایین تر اقتصادی جامعه باشن، و یا ای که بسیار از انسان های شریفی که خیر هستند، خیرین نیکوکار در زمینه های متعدد و مختلف خدمت میکنن به مردم. من بسیار دیدم که همشهریان ما، هموطنان ما در کشورهای مختلف زندگی میکنن، او رفاه را نمیتونن به تنهایی ببینن که خودشان دارن و هموطنانشان در سختی هستن، کمک میکنن به هر طریقی که شده، مکتب، دانشگاه، هزینه های زندگی و معیشتی بسیار از مردم را تامین میکنن. اما خب توجه داشته باشن و کسایی که دستشان میرسه به اطفال، به خانواده های اطفال ها، نیازمند حمایت بسیار ویژه از طرف هموطنان و همکیشان خودشان هستن. انشالله که فراموش نکنیم. بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسینی، مثل همیشه بسیار عالی. اگر که کدام گپی از در حد 20 ثانیه در خدمت شما هستیم، در گفتای تکمیل گفتای شما که خیلی نیکو فرمودین، ایست که برای این اطفال که یک کیفیت زندگی رو به رشد داشته باشه، یک تیم نیاز هست که حمایت بشه، از دولت، از آموزش و پرورش، از تیم پزشکان متخصصین قلب، کلیه، تیم دندان پزشکی، متخصصان آموزشی که در این امر هستن، فیزیوتراپی، همه اینها دست به دست هم باید بدن. هوشیار باشیم که در زیر تمام سختی ها و مشکلاتی که همه مردم مواجه هستن، این اطفال فراموش نشوند. انشاءالله. بینندگان عزیز و محترم، بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون را همراهی کردید. باز هم تاکید میکنم اگر کدام سوال، موضوع و چالشی که در زندگی با اون مواجه هستید و یک ذهنتون را درگیر کرده، میخواید که از کارشناسان محترم ما پرسان کنید، از طریق شماره تماس مثبت 964 780 255 43 میتونید از طریق واتس اپ و تلگرام برای همکاران ما روان بکنید. ما بسیار خوشحال میشیم و 100% و قطعا به کلیه سوالات شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. به امرای کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید. موفق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.